بفرمایید. سلام آقای شریفی. تسلیت میگم. دم آخرتون باشه. خیلی ممنونم. میدونم الان اصلا وقت مناسبی نیست. ولی اموال مسروقه از مغازتون پیدا شده. دوز رو هم گرفتید؟ نه خیر. فقط اموالتون پیدا شده. از کجا؟ اگه تونستین امروز تشریف بیارین که الان تری کاملش رو عرض میکنم خدمتتون. باشه چشم. میرسم خدمتتون. خداحافظ. شیما جون عروسیت مادر کل بزنی کل بزنی عروسیت مادر خانم جون برای قلبت مادر عروسیت شیما خدا به مادر صبر بده. الهی آمین. خیلی سخته. خدا نصیب هیچ مادری نکنه. الهی آمین. میگم تصادف کرده. نه بابا. آره ولی خوب نمیتونم. هرکی یه چیزی میگه. بابش اینو خودکشی کرده. با من نشنیدم بگم. دختر جوان بود. آره بیچار سینی هم نداشت. ولی من که شنیدم بگم تصادف کرده. خب چی میتونم بالا. خدا بهشون صبر بده بچه‌ها. بودی از من دعوای ارث خدا رحمتش کنه. جوون جوون بر خاتم انبیا محمد صلوات الله صلی الله محمد بفرمایید یا بگیر پوف کن نمیری از گشنگی. نمیخوایی دست منو باز کنی؟ تا وقتی استاد تو زندونه تا هم مهمونمونی. از تو بردار دعا کن تیمورخان زود آزاد شه. خودش من آزادت میکنه. اومده من تیمورخانتون آزاد نشد وقت من چیکار کنم؟ باید که بیریخت. چاقو رو انداختم. از الان هست که دره
مطمئن بودید بذاریم در بره؟ آره بابا، استان گیر خواسته. گفتم فرار میکنه. نره لومون بده بگی منو دزدیده بودم، بسته بودم به اینجا. نه بابا، آدمی که ریگی به کفشش باشه اینجا سگ از پلیس میترسه. آزاد، خواهش میکنم بفرمایید. قربان، یک چاقوی خونین توسط یکی از اهالی محل پیدا شده بود. بعد از گزارش به پلیس، بنده سریعا فرستادمش آزمایشگاه. خیلی خوب. نتیجه آزمایشگاه چی شد؟ خون روی چاقو متعلق به شخصی به اسم شاهین شریفیه که چند شب پیش بهش حمله شده بود. اما اثر انگشت روی چاقو متعلق به مهران سرمدیه که سال 85 تو مغازه‌ای که کار می‌کرد سرقت می‌کنه و بعد از فهمیدن صاحب مغازه به زندان می‌افته. بعد اونم اسم خودش رو به فرزاد سرمد تغییر میده. تا حالا هم جرم مرتکب نشده. خیلی خوبه. دیگه لطفا نامه پیگرد قانونیش امضا کنید. بله حتما. بفهمه. غذا یخ شد. شما بخورین، میل ندارم. ولش کن خانم، گرسنش باشه خودش میاد میخوره. کامران جان غذا از دکرم میفته. شیما تو چه نخوابیدی؟ برداری ماسماسکو؟ میگم چه نخوابیدی؟ خوابم نمیاد. برو. خوش اخلاق. ای شیما ماما، تو هنوز آماده نشدی، پاشو دیگه دیر میشه. من نمیام، درس دارم. شما همین امروز این ساعت درس خوندنت گرفته. شیما به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت پاشو این ویتامین سه تو بخور، بخورده جون بگیری. شما نمیخورم ماما، خوابم میاد. خیلی خوب، اینو بخور، دوباره بخواب. ماما بخوابم بهتر میشم. نمیخورم. ناهارم نخوردی، برای سوپ گذاشتم، یه باش خواب بیارم بخور. ماما قربونت برم، نمیخورم. شما برو. نمیخوام. امان از تو و لجبازیات. علیکم سلام. سلام. تو باز از کارت من پول برداشت کردی؟
مگه هفته پیش 2,000,000 نریختم به حساب دانشگاهتون؟ امروز دوباره برای چی 1 تومن برداشت کردی؟ اصلا میخوای دیگه نمیرم. درس خوندن خرج داره دیگه. از یه طرف میگه مورد دانشجو از یه طرف حاضر نیست پولشون بده. علی نیست با خودشون چند چند. شیبا، برای چی هرچی به تو زنگ میزنم جواب مامو نمیدی ها؟ وضعیتش چطوره خانم دکتر؟ بهتره. بهش آرام بخش دادم. سرومش هم که تموم شد میتونیم ببریمش. خیلی ممنونم. این روزا باید خیلی حواستون بهش باشه. برای اینکه تو وضعیت بحرانی هستن. بله چشم. حتما. ما خودمونم تو وضعیت بحرانی هستیم. خیلی ممنون خانم. خواهش میکنم. سلام عمو شریفی، عمه حالش چطوره؟ سلام، بهتره؟ خدا شکر. اینجا چه کار میکنی شما؟ خانجون نگران عمه بود، آوردمش اینجا تو ماشین منتظره. فرزاد تو این مراسم نهیدم. فرزاد رفته دهاتشون. دهاتشون برای چی؟ یه عمه پیری داشت، رفت بهش سر بزنه. البته بعد می اومد ولی چون خیلی نگران عمش بود دیگه ما بهش نگفتیم اینجا چه اتفاقی افتاده. بهتر بود بهش می گفتیم. بله. اما با من دیگه کاری ندارین، من برم خانجونو برسونم. به سلامت. خداحافظ. یه نگاه بندازیم ببینیم درسته؟ ظاهرن که درسته. چیزیش کم و کسر نیست؟ فکر بکنم. آره کی میتونه باشه جام سرور؟ ما هم نمیدونیم. اینو یکی با پیک موتوری فرستاده بود کلانتری. این دقیقا همون سالی بود که من از شما داشتم. چطور ممکنه یه نفر با مهارت کامل گاف صندوق شما رو بزنه بعد همین اموال مسروقه رو به شما برگردونه؟ با این کارش چه پیغامی میخواسته بهتون برسونه؟ آخه چی بگم؟ فکرم به جای قد نمیده. شما به کسی مظنون نیستین؟ با کسی خورده حساب یا خصومتی ندارین؟ هنوز به باجناقتون مشکوکین؟ مگه شما نمیگید که اثر انگشتش روی قفل مغازه بوده؟ تو اظهاراتش نوشته شاهد داره چطوری به قفل دست زده. سهیل یعقوبی، شاگرد مغازه خودتون. بسیار خوب. خودتون تطویق قضیه رو درارید و به من خبر بدید. میتونم اینا رو ببرم؟ نه خیر. باید کارهای اداریش انجام شه، بعدم بهتون تحویل داده میشه. باش. کارهای اداریش که تموم شد مرا خبر کنیم. خیلی ممنون.
الو، سلام حسن خانم. سلام دخترم، چطوری سرای خانم؟ خوبی؟ خدا رو شکر منم خوبم. خدا رو شکر، زنده باشی. قرار از مزاحمت تماس گرفتم که بگم در مورد پیشنهاد شما و آقا تیمور من فکرامو کردم، جوابم مثبت. به به، خدا رو شکر، انشالله که مبارکه. ممنونم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. دستشون درد نکنه، با اینکه با پدرشون اختلاف دارین، با این حال بازم توی سختی ها تنهاتون نمیذارن. امروز همشون از وقتی که اومدن سرپا داشتن کمک میکردن. از بس بیچشم و رو هن. راست میگم دیگه. آره، دستشون درد نکنه. شنیدم اموال دزدیرم پس آوردن. شما از کجا فهمیدین؟ من یکی از دوستان تو همون کلانتری که پرونده شما هست کار میکنه، اون به هم گفت. خبراش زود میرسه آقا جون. جالبه، تو این خونه فقط من غریبم، همه چیز میتونن الا من. تو حالت خوش نیست مادر جون، چی رو به تو بگم؟ آخه خانم، شما اینقدر حالت بد بود که من پاک فراموش کردم بهتون بگم. اموالمونه که دزدیده بودن برگردونن کلانتری. معلوم نشد کار کی بوده؟ نه باجون. عجیبا، اول میدوزن بعد پس میفرستن. آره، واسه من هم عجیبه. سه قصه ای شده. کار تیمور که نبوده بوده؟ من که نگفتم آقا جون کار تیمور بوده. اثر انگشتش روی قفل در مغازه بوده. پلیس ها اومدن گرفتن بردنش. خب بالاخره سوء تفاهم همه جا به وجود میاد دیگه. مادر جون، فکر نمی کنی الان تو این شرایط اگه آقا تیمور بیرون باشه بهتره؟ داریم نقل مجلس مردم میشیم ها، یه خود فکر کن. آخه خانم جون، من که کاره ای نیستم، پلیسا با تشخیص بدن. خب بالاخره رضایت شما هم شرط دیگه. بیا و رضایت بده و تموم کن این قصه رو. حرف شما درست آقا جون، اما تو این شرایطی که دخترمو تازه دفن کردم، پسرم چاقو خورده، زنم دم به ساعت زیر سرومه، به مالم تعرض کردن، الان موقعیتش نیست آقا جون. آسیم یه دخترمه، همونطور که زندگی اون برای ما مهمه، زندگی تو هم همونقدر برای ما مهمه. الان تو فکر میکنی اون در چه حالیه؟ یه چشمش خونه، یکیش اش، روشم نمیشه چیزی بگه. چی بگه آخه؟ چشم، الان که تعطیله، اجازه بدین فردا صبح. بفرمایید. سلام علیکم. حال شما جناب مظفری؟ در خدمتم. بله بله بله، من تا نیم ساعت دیگه میرسم خدمتتون. خیلی ممنون، خداحافظ. میخوای ببرمت بالا دراز بکشی؟ حالت خوب نیست؟ خوبم، همینجا دراز میکشم. کیه کامرا؟ کلانتری. این پلیسا هم فقط کارشون شده این که به هر بهونه شما رو بکشونن اونجا. آقا جون پاشو بریم کلانتری. کلانتری از چی؟ از که یه سری سرنخا پیدا کردم، میخوام بریم اونجا. بلند شو مادر جون، پاشو ده، بلند شو. Thank you.
چاقویی که با اون پسرتون زدن اثر انگوش روی چاقو متعلق است به متهم سابقه داری به نام مهران سرمدی فرزند حبیب. میشناسیدش؟ مهران سرمدی فرمودی مهران سرمدی؟ مهران سرمدی فرزند حبیب. بله من یه نفر میشناسم، البته حدود 30-40 سال پیش با من شریک بود، ولی چه ربطی به این پرونده داره؟ حدود 10 سال پیش مهران سرمدی اسم خودش رو عوض کرده، گذاشته فرزاد سرمدی. اثر انگوش مال فرزاد سرمدی فعلی یا همون مهران سرمدی سابقه داره که جرم قبلیش هم سرقت از مغازه بوده. یعنی میخوام بفرمایید که دزدی مغازه من کار این آقا بوده؟ فعلا نمیتونی حرف بزنی، داریم تحقیقات لازم انجام میدیم. شما خبری دارید ازش؟ میشناسیدش؟ بله من تا دو روز پیش ازش خبر دادم. آدرسی سرنخی چیزی میتونی به ما بدی؟ اون با خانمش و بچه هاش خونه برادر خانم من زندگی میکنم. سلام حوالا کامران خوش اومدید. دست درد نکنم آجی، چی شده؟ حالا دیگه مار تو آسیبت پرارش. یعنی چی؟ من نمیفهمم اینا که یا الله یا الله. یه چیزی بگه جام سرگرد، کجا تشمیم بینید شما؟ مگه حکم دارید جام سرگرد؟ فرزا با شما کو؟ معلوم میشه. یعنی چی؟ فرزا برای چی دارید؟ کامران چه خبر شده؟ ها؟ اونی که منو با چاقو زده فرزاد بوده. فرزاد صدا کن بیاد. فرزاد عمو اینجا نیست. دروغ میگه، همونطوری که تو بیمارستان دروغ گفتی. دروغش چی بوده دیگه؟ الان نیستش تو خونه. مجبور شدم دروغ بگم، فرزاد دو روز غیبش زده. زیر سنگم ماشه پیداش میکنم. ما که پولاتونو پس دادیم، پس این بازی ها دیگه چیه؟ پول؟ قضیه پول چیه دیگه؟ نشمه؟ عمو من دیروز یک کیف پر از پول و طلا پیدا کردم، از رو باندا فهمیدم که پولا مال شماست. دزدی مغازم کار فرزاد بوده. عادل پولا رو فرستاد کلانتری برسه به دستتون. باریکلا بس، حالا معلوم شد به جز چاقو زدن به پسر من دزدی مغازم کار ایشون بوده. یا امام حسین دیگه قابل نمیدونی دربون درگاهت بندگی تو بکنه. این تو پابندم کردی و بیرون دلبری میکنی. آخه این روزا روز گرفتاری منه. من الان باید بیرون باشم و نوکری عزاداراتو بکنم. آخه این انصافه. من الان باید تو هیئت باشم، این تو به ناحق. خودت که میدونی بی گناه هم. کی فکرشو میکرد فرزاد بتونه یه همچین کارایی بکنه؟ بی مسئولیت بود، بیکار بود، ولی دوست و چاقوکش نبود. قربونت برم الهی، یه خورده خودتو کنترل کن، آروم باش دخترم، حداقل به خاطر بچه. از صبح کس کرده همینجوری غمگین نشسته، گناه داره بچه. میگم پاشو بریم هیئت،
اونجا یه خورده دعا میکنیم نس کن با آقای امام حسین انشالله که مشکلت حل بشه مادر. نه بابا شوم نمیشه تو چشای آقای شریفی هم نگاه کنم. اتفاقا من فکر میکنم اگه بریم خیلی بهتره، اینجوری عمت آقای شریفی باورشون میشه که تو خبر نداشتی داری راستشو میگی. نمیدونم یعنی شما میگید بیام اینطوری فکر نمیکنم. بریم بهتره، هم دلت آروم میشه هم از آقا میخوام که شاید گره از مشکلت باز کنه مادر. باشو باشو بچه تم بیدار کن. باشه بس اینجور خسته نخون. باشو مادر بیا بلما پاشو ما. علما با ما سلام چطوری؟ خوبم. دلت میخواد برات یه بستنی بخرم؟ دیگه چی دلت میخواد؟ موتور سواری. موتور سواری؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ آماده؟ بریم؟ مامان هلما کجایی؟ هلما مامان هلما نیست هلم. بیچاره شدم ما. نه سب کن عادل رفت ببینه فکر کنم پیش بابا بزرگشه. نه بابا چرا من اینقدر بدبختم؟ اونه شوهرم اونه خیلی خوب هلما 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 سب کن داخل خوب نگاه کردی؟ آره بابا صداش کردم هلما هلما عادل عادل وای خدا علما بابا به خدا دیگه طاقت ندارم علما بچم کن سب کن سب کن سب کن عادل رفت دنبالش. آره 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 عادل ببین کجاست علما. وای خدا علما شب این وقت شب نیست مامان تو هم من پیشکی نبود؟ نه با بچم از بغل من جمع نمیخوره نمیدونم علما کجا جواب فرساتو چی بدم؟ بابا میگه دو روز نبودم بچه‌مو گم کردی. عادل جان، عادل. حسین آقا چی شد؟ هرچی هم گشتی نبود، آقا جونم الان داره میگرده، بالا نبودش؟ نه بابا نبود تو. یعنی کجا میتونه باشه؟ چی شد آقا جون نبود؟ نه نبودش. چی شده بس بچه؟ میگم که فرزاد نیومده بود امشب. نه بابا مامان فرزاد بدون اجازه من اصلا به بچه دست نمیزنه. آقا جون داره سکته میکنه. بیایم بریم حالا اینجا که نمیشه. بریم. یعنی کجا رفته این خدایشه؟